سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز فرزادم دوره برگشت بر از قیبت کبرا سلام امروز... فرزاد یواش یواش میخواد از ما پول بگیره جلستاتی که میاد آره حاجی یعنی فیلانسرم وقتی میاد پول میگیره نه چی بود سی او ات مای اون کامپنی بعد بگم که سرش سیم الان بله, بله. آها اه، یزی من بگم اولش اسپاتیفای مشکل کوچولو داشت ولی حل شد یعنی ما دوباره برگشتیم فکر کنم هم همه چی درست شده باشه امیدوارم کسایی که از اسپاتیفای نگاه میکنن مشکلی بر نخورن اگه برخوردن به ما دیگه مسج بزنن آقا یه نکته به من گوش داد کرد به کی به من آه بگو اون هفته پیش بود چی بود تو گفتی که ما یه سری مشکل یعنی اونایی که نمیتونن ما رو گوش بدن برن دوباره سرچ جوری چجوری بفهمن ده. که مشکل آره دارن آره بعد نکته بود خب کسی که اون موقع داشت ما رو گوش میداد که میدونست چجوری داره با ما گوش بده نه بس دارم. مثلا نمیتونسته مثلا قبل با... از کس باکس گوش میداده الان رفته یه آره خب از که اونی که تا اون لاست گوش میداده دیگه بلد دیگه به راه های رسیدن آره به آره پادکست های آره برای انتقاد راه زیاده ولی کجا سازنده است این انتقاد انتقاد درست. ام براتون بگم که همین دیگه اصلا خبری نیست امروز شما میخواید اصلا شروع کنی بگیری دستت میکروفون رو بری بفرمایید آره. چی میخوای بگی برا ما امروز که من میخواستم بیام اینجا یعنی قبلش هفته پیش که داشتم دنبال موضوع میگشتم اول گفتم که بیایم همون فرمونی که چند وقت پیش شروع کرده بودیم و ادامه بدیم با همون فرمون ادامه بدیم که قسمت های حالا مقدار مختلف مغزو دوباره بریم آره یه ذره فکری و فلسفی و اینا که با اون پنجره جوهری شروع شد با مغز در شیشه ادامه پیدا کرد بعدم که رسید به آزمایش های فکری گفتم یه چیزی تو همون راستا برم تو هم انتخاب کرده بودم و داشتم یه ذره اه... آره قدرت نمایی کن اینجا اصلا موضوع اصلا نوشتم بخوام میتونم اونو برام نه. داشتم یه ذره میگشتم که ببینم چی بگم بعد حس کردم که خیلی ممکن حوصله سربر بشه همینجور ما پشتم را جای موضوع صحبت کنیم و شاید خب همه دوست نداشته باشند حالا واکنش با مختلف بود یه سری دوست داشتن گفتن بیشتر از این موضوعات بریم یه سری هم خوششون نایمده بود اصلا خوششون سربر بود شما صحبت نمی با من میکنم به صورت خصوصی به تو گفتن که خصوصی ده. عمومی بعد گفتم که یه موضوعی رو انتخاب کنیم که هممون درگیرشیم باید بدونم من درگیر باشم تو که با. اصلا خود تعریف یعنی من داشتم می تو رو تجسم می کردم فقط من بگو دیست نمی کنی. گفته میشه که بعد جنگ جهانی دوم چه سالی بود؟ نوه 92... دو نه چهل و هزار و چهل و چهل و پنج هزار و هزار و هزار و و بود اه... از قدرت های جهان یه اروپای ویران شده مونده بود که فرانسه و آلمان و انگلیس و اینا که در به داغون اینور آمریکا مونده بود سالم شهرها دست نخورده همه چی خوب همه چی آروم آره 5 درصد جمعیت دنیا رو تشکیل میدادن ولی مسئول 50 درصد اقتصاد دنیا بودن اون خب بعد صنعتشون تو دوران جنگ خیلی رونق گرفته بود و تمرکز اصلی هم خب منطقه که روی صنایع جنگی بوده توی اون مدت هوا خب آره دیگه صنایع جنگی هر چیزی که تو جنگ به کار میاد و جوری بود که سهم دولت فدرال آمریکا از اقتصادش اون موقع 45 درصد بود ام. که این 45 درصد خب بخش خوبش هم روی بودجه نظامی سرمایه گذاری میشد و خب مردم آمریکا هم تو اون بازه فقط از در واقع از این بازار کالاهای ضروری مورد نیازشون رو داشتن یعنی زندگی بود که زندگی کنن ولی خب کار بود به خاطر اینکه داشتن تولید میکردن و تولیدات همه اکثر اکثریت صرف حالا جنگی که توش درگیر بودن میشد ولی خب خسارات خیلی کم دیده بودن حالا جنگ که تموم شد چند تا اتفاق افتاد خب یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که آمریکا از اون دپرشن اقتصادی که توش افتاده بود و ظاهرا مثلا 15 سالم طول کشیده بود از اون خارج شده بود یعنی این جنگه یه تکونی داده بود یه رونق گرفته بود و به واسطه حالا این تولیدات جنگی هم که داشتن همه اکثریت آدما سر کار بودن و پول خوبی هم سیو کرده بودن هرچند که بعد از جنگ این پول یه بخشش به خاطر تورم از بین رفت ولی وضع عمومی مردم ظاهرا خوب بوده بعدی نبوده خدا این اتفاق بود اتفاق دوم این بوده که سربازا از جنگ برگشته بودن خب یه عالمه نیروی کار بود که جوون هم بودن همشون هم دیگه لازم نبود حالا توی ارتش بمونن اینا هم در واقع پول خوبی داشتن و یه سری هم امکانات بهشون میدادن یه سری طرها بوده که مثلا اگه میخواستن اینا ادامه تحصیل بدن بهشون وام میدادن اگه میخواستن خونه بخرن بهشون وام میدادن و اگه قرار بود که یه استارتاپ حالا یه کمپانی جدیدی رو راه دولت کمکشون میکرد تخفیف ویژه ایران سران داشتن <laughs> دو تا میشه این بود که گفتیم سهم دولت فدرال آمریکا از اقتصادشون 45 درصد بود دو سال بعد جنگ یعنی 1947 این شد 13 درصد پایین آره چون دیگه نیازی نبود حالا آره. آره این بقی... ببین چقدر اینا اجایل بودن چقدر چابک بود دولتشون که سریع از اونجا آورد رو 13 درصد ولی حالا آره ببین بقیهش کجا رفت خب بله نرخ ازدواج و زاد و زیاد شد بعد... بی بی بودن دیگه. بعد براتون بگم که شهرها شروع کردن بزرگتر شدن هومه های شهر به وجود اومد خیلی ها اونجا ساکن شدن و چون ماشین هم دیگه داشت به وفور به دست همه میرسید یعنی آدما دیگه میتونستن ماشین بخرن خیلی کالای گرونی دیگه نبود دیگه حمل و نقل و این هم راحت شده بود بعد بین شهرشون اتوبان زدن باعث شد که حالا حمل و نقل راحت تر بشه بتونن کالای خودشون هم راحت تر بین شهر چیز کنن خودشون هم راحت تر جا پیشرفت بده رفت کردن خلاص بخوای بدونی آره این وسط ظهور تبلیغات گستردن به این پیشرفته خیلی کمک چشمگیری کرد تو جنگ هم خیلی تبلیغ میکردن یعنی اصلا برای اون تبلیغ است که یه خانوم است که اینطوری گرفته بازو گرفته میگه که we want you اینا you know. توی جنگ دوام. توی جنگ میخواستن در واقع از خانوما دعوت بکنن که بیان و بردش کمک بکنن م. خیلی تبلیغات خیلی زیادی کردن که هنوزم مونده دیگه الان شده یه استانداردی تقریبا برای تبلیغات یه نوستالژی داره هر از گاهی مثلا میخوان خانم ها رو دعوت بکنن مثلا به یه کاری از اون پوستر استفاده میکنن یه خانم خیلی خوشگلی بود که یه دونه چیز قرمز بسته بود و بازوش هم گرفته بود و اینکه نشون میداد که مثلا داره کمک میکنه و داره مثلا پا پای مردا داره میجنگه و داره به کشورش کمک میکنه اون موقع برای د... مثلا دعوت کردنشون به ارتش هم خیلی تبلیغات عجیبی آه. داشتن خب خالبه. بعد دیگه همه اینا اصلا برای جالب نبود و از این زاد که جالب نه جالبه. نه ما نه تو حالا <تصف> <نه دفعا. تصف> <ولی طبعا. تصف> میگن چرا ولی خلاص اینجوری آمریکا شروع شد به شروع کرد به تبدیل شدن به اقتصاد یک دنیا گفتیم که اروپا داغون شده بود بله تبلیغ نشه اینو میخوری <تصف> خیلی دارم سعی میکنم اونایی که چیزی نمیبینم خیلی عجیب دارم یه چای دستم دارم میخورم بعد سعی میکردم این نشون چیزه اوکی آره حالا این شیفته چه جوری اتفاق افتاد شیفته <سه> شیفت آها این جابجایی <تغیر> آره این جابجایی از اون تمرکزی که روی حالا در واقع هزینه های نظامی بود به کالاهای مصرفی شهروندان این شیفت تمرکز چه جوری اتفاق افتاد چرا نمیذاره <سه> <تص> واقعا بگو چطور شد ما. که متوسط به طور متوسط هر شهروند آمریکایی شروع کرد دو برابر 50 سال پیش خودش مصرف کردن الان اینجوری شده یعنی از اون موقع بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد الان به جایی رسیده که هر شهروند دو برابر آدمای 50 سال پیش با بزرگای خودشون دارن مصرف آسودگی خاطره دیگه از اون چیز جنگ اومدن بیرون فکر می‌کنم دیگه از اون منتالیتی از اون نه دیگه خود جنگ اروپا هم جنگ اومد بیرون چرا این اتفاق برای اونا نمیافته به این شدت خوب. داستان اینه این بسیار زیباست سال 1955 یه مقاله رفت توی The Journal of Retailing خب یه اقتصاددان به اسم ویکتر لبو استاد لبو میشنسیش ال ای بی او w خب یه مطلبی نوشت که این تیکش خیلی معروفه میگه که حالا من این ترجمه ای کردم امیدوارم ترجمهش خوب در بیاد ولی برید انگلیسیشو بخونید نوشته که اقتصاد به شدت رو به رشد ما میطلبه که مصرف رو راه اصلی زندگی خودمون قرار بدیم که خرید و مصرف کالا رو اصلا بکنیم آداب و رسوم خودمون و رضایت معنوی خودمون و spiritual satisfaction خودمون رو در مصرف کردن بدونیم ما نیاز داریم که کالاها مصرف بشن حالا ما پوشیده بشن جایگزین بشن با کالاهای جدیدتر و اون قبلی رو دور بریزیم با سرعتی خیلی بیشتر از سرعتی که الان داره خب این نظریه شده دیگه گفته با این کارو بکنیم 1955 اینو گفته گفته اقتصاد بشه در روبه با ما میطلبه که مصرف کردن بشه آداب و رسوم ما درسته خب اینو الان من گفتم بهتون بر نخورد آه. یه ذره ممکنه بایدن بر بخوری دیگه مثلا یه اقتصاددان اون موقع اینجوری گفته گفته که اصلا مصرف کردن و بابا کنی فرهنگ مردم اون موقع نبوده تا اون موقع فرهنگ مردم که نه نمیدونم واقعا فرهنگ مردم میخواسته بکنی یا نه ولی مثلا توی ایران هم داریم دیگه که مثلا عید که میشه همه میریم دنبال لباس نوا نه این بعد این شخص این نظر که همینطوری نده یعنی جهت رو آره. یعنی آره. جهت رو خواسته ده سال بعد جنگ امه. این اقتصادشون شروع کرده بود روی قلتک افتادن روش کردن به یه جایی رسیدن دیدن آقا این حجمی که تولید داره میشه واسه اینکه بهتر بشه دوباره یعنی اقتصادشون بزرگتر بشه باید بکننشون مصرف کرده خب برخور در نه no. حالا طرف یه حرفی زده دیگه که حرفی میزنی میخواست بر بخوری حالا یه ذره باعت... متن انگلیسیش خیلی آفنسیوه یعنی آه. برید بخونید یه ذره زره... سمان جو فوش مادر داده کارو همه رو سانسور نه برید بخونید ولی خب ممکنه مثلا آدم به خودش بیاد که چرا مثلا یکی راجبه مثلا ما اینجوری اره. یه حالت این که مثلا ذهن مردمو کلا آره دیگه میگیم مردم عوض اینو بخون. بخون. اول یه مطلب بگم این آمریکا که ما ازش صحبت میکنی آمریکا که مال بابای ما نیست که خب نیست نه هیچ کدوم از ما هم طراحیش نکردیم دیگه یعنی کسی که داریم پادکست فارسی گوش می‌دین قبلا قطعا آمریکا با ما ربطی نداره <تصفح> ما اینجا چیزی میگیم حرف خودمون هم که نیست یه وقتی نظر شخصیه وقتی نظر شخصی میگیم که به نظر شخصی هست نظر شخصی میتونه غلط باشه بله یه وقتی هم بر اساس حالا آماری که وجود داره بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ما حرف میزنیم من این وسط نمیفهمم چرا بعضیا ناراحت میشن یعنی من یه وقتی به ما انتقاد وارد میشه که آقا مثلا راجع به آمریکا اینجوری نگید شما که اینجا نیستید ما مثلا راجع آمریکا اونجوری میگی معنیش نیست که آقا کانادا خوبه یا مثلا ایران خوبه ما داریم یه موضوع رو بررسی میکنیم اصلا نیازی نداره کسی حالا اینجا میگه آفندد بشه, بشه, بشه بر بخوره یا مال میگم ماه بابامون نیست که ما هم که دیزاینش نکردیم که یه سیستمی داره حالا به هر نحوی کار میکنه میتونه ایرادات خودش رو داشته باشه و جالب این که این سیستم از داخل خود سیستم به بهترین شکل داره مطالعه میشه یعنی یه عالم اقتصاددان یا عالم حالا دانشمند روانشناس هستن از ابعاد مختلف این قضیه رو بررسی میکنن بهش ایراد میگیرن تحلیل میکنن و ما صرفا یه وقتایی یه دستی به این تحقیقات میزنیم اونا رو نشون میدیم من دلیلی نمیدونم کسی بخواد ناراحت بشه پس اگه پادکست فارسی گوش میدیم بدونیم که به امریکا, آره. ام <تصفح> امریکا مال بابا نیست نیست صد مال بابا مون نیست نتیجه قشنگی آره چیزی میخوای بگیم ما یه تیشرت بزنم امریکا مال بابا نیست فقط میخوام تیشرت بزنم خب بعد چی شد میاد میاد چی بود نه تیشرت کم روش نمیذاره نمیذاره خب گفتیم پس بعد جنگ جهانی دوم آمریکا شروع کرد به تبدیل شدن به اقتصاد یک دنیا و انقدر تولید میکردن که نمی‌دونستن باید چیکار بکنن با این تولیداتشون و این دو ساعت گفتش که ما باید با یه نرخی شروع کنیم به مصرف کردن که از قدیم هم خیلی سریعتر و اینا که این فرهنگ حالا مصرفگره یا کانسومریزم شد فرهنگ آمریکایی‌ها ناراحت هم نشیم <applause> یکی از فرهنگ های آمریکایی شاید آره بعد این قضیه رو ما امروز از دو تا منظر بررسی میکنیم یک منظر زیست محیطی دو فردی خب yes. یه سری اعداد و ارقام من میگم که اینا رو من از این یه ویدیو توی یوتیوب هست دوست داشتید برید نگاه کنید خیلی جالبه تایتلش uh, نه The Story of Stuff Consumerism, Capitalism and Environment in America. خب این اون یه بخشی از تو نتفلیکس دیگه آره نه تو یوتیوب آره تو یوتیوب آره اینو نگاه کنید بد نیست باله این ترکیبی که میگم و الان در نظر بگیرید خب هر چیزی که ما درست میکنیم از طبیعت میاد دیگه خب یه ماده اولیش از طبیعت میاد پس از طبیعت ما باید یه چیزی رو در واقع استخراج کنیم خب بعد این میره پردازش روش انجام میشه پری پروسسینگ روش انجام میشه بعد مثلا شما چوبو گرفتید مثلا چون میره پوستشو میکنن تبدیل به الوار میکنن فلان بعد این میره توی کارخونه یه کالایی ازش تولید میشه یا مجموعه حالا مواد اولیه مختلف کالای ازش تولید میشه ما میریم اونو میخریم تو خونه حالا یا هر جا استفاده ازش میکنیم بعد اینو کارمون که باش دام شد مثل دستمال مصرف شده اینجوری میندازیمش دور درسته این یه ترکیب خطیه خب یعنی از یه جا شروع میشه یه جا تموم میشه داستان اینه که شما نمیتونید یه ترکیب خطی رو این از ریاضی نیست برای خاموش شد, برای... خاموش شد. برای... کوله رو خاموش شد. بچو... خوب... که این سیستم خطی خلی... رو نمیتونی توی دنیایی که منابعش محدوده برای مدت نامحدود ران کنی اجرا کنی چون منابع تموم میشه دیگه یه جا تموم میشه یعنی ترکیب خطی اگه نتونی آخرش رو به اولش وصل کنی الان دارن بازیافت میکنن دیگه آره اون حالا خیلی مفید نیست بازیافت از هیچی بهتره ولی خیلی مفید نیست این ترکیب خطی یه زمانی میرسه که تموم میشه هیچ منبعی تو دنیا نیست مثلا میگن جنگ بعدی که تو دنیا اتفاق میفته جنگ چیه آبه جنگ آبه آب داره تموم میشه اون توی آب نوشت، تبلیغ توی ایران اومده بود آب هست ولی کم هست آره. نمیدونم واقعا که این جمله رو نوشت ولی جدی قضیه مشکل آبه قضیه و حالا خیلی از منابع دیگه بالاخره نفت یه روزی تموم میشه نمیدونم طلا تموم میشه همینا تموم میشن بعد در مورد ترایزی بگم الان تفنید. یه جدیدی که مد شده حالا میگم دارن بازیافت میکنن میرن قطعات خیلی قدیمی کامپیوتری رو برمیدارن آره. شروع بود. میکنن اون طلا و حالا اون چیزای سیلیکون آره سیلی مختلف رسانه دا... اصلیش طلا بوده دیگه. آره میان بازیافت میکنن و اصلا ازش واقعا طلا در میارن که بعدا بفروشن آره جالب بود اینم گفتم بگم بهتون خواهش میکنم حالا این قضیه ای که به صورت خطی داره مصرف میشه و یه روزی تموم میشه یه طوری پیشرفت کرده مصرفش که توی سی سال گذشته یه سوم منابع طبیعی زمین از بین رفته یعنی کندیم استفادهش کردیم یک سومش رو تو سی سال کندیم انداختیم دور هشتاد درصد کل جنگل های دنیا از بین رفته نه تو سی سال کلا که أو... از ازل از اون حجمی که زمین که هم اول همش جنگل, بوده هشتاد درصدش بعد جنگل های آمازون توی هر دقیقه دو هزار تا درختش داره میسوزه میسوزه یعنی از بین میره حالا میکنن استفاده میکنن یا هرچی چی دقیقه دو هزار تا جنگل دو هزار تا درخت توی آمریکا هم کمتر از چهار درصد جنگل در چند شد این پادکست؟ 18 آره، هزار, هزار, هزار تا تا, هزار تا الان جنگل آره، از حالا این آمریکایی که پنج درصد جمعیت دنیا رو کلا تشکیل میده داره سی درصد منابع رو مصرف میکنه حساب کنید دیگه این کشورهای پیشرفته هر کدومشون بخوام با این روند بنبه مصرف کنن ما چند تا کره زمین باید داشته باشیم که اینا رو سیر کنیم هر آمریکایی به طور متوسط دو کیلو آشغال تولید میکنه در چقدر در متوسط روز؟ در روز دو کیلو؟ آره این مثلا آره، آره، تو تو یه سال میریزی بیرون هم شامل میشه دیگه اینا آره بودم. آره چهار پوند نوشته بعد که این عدد دو برابر سی سال گذشته است یعنی سی سال قبل هر کدوم مثلا یک کیلو یک تولید کیلو. که الان تو چجوری آدم که بیشتر مصرف نمیکنه یعنی تو نیازت که بیشتر نشده نیاز طبیعی بدنه چاقا فربه شدیم دیگه الان در مورد آمریکا این چیزا نه خودم دارم میگه آمریکایی ها الان کار هم شاملش میشن دیگه آره آره بعد جالب اینه که میگه 99 درصد 99 درصد از, 99 درصد از... موادی که استفاده شده این کالا تولید بشه توی شیش ماه بعد از تولید اصلا دور ریخته میشه به هر طریقی یعنی مثلا ما استخراج میکنی استفاده میکنی میدازیم دور تمش بله و آ این آشخالایم هم که تولید میشه چندین برابر اون حجم آشخالی که تو تولید کردی انرژی و این داستان ها باید مصرف بشه که از بین بره آره که الان چیکار میکنن اینجا که دیگه جا نیست یعنی نمیخوان طبیعتشون کسیف شه میبرن آشغالا رو کشورهای آسیایی جهان سومی آفریقایی چال میکنن تو زمین یعنی مثلا ام. فرض کنید دولت آمریکا یه پولی به یه کشوری توی آسیا یا آفریقا میده بهشون میگه که مثلا این کویر شما این زمین شما که ازش استفاده نمیکنه ما بهتون پول میدیم اینا اونجا چال میکنن این قضیه چیزا میگفتن یه ماده بد بوی توی ایران بوده میخواستم بیان نفتو بکنم ببرم آره اینا. حالا از بگم میگه اینجا اتفاق نمیفته اینجا اتفاق میفته توی این شرکت های ساختمونی بعضی از ساختمونایی که مثلا خیلی قدیمی ساخته شدن یه ماده ای توی این دیوارها است به نام اسبستوس که سرطان زاست اسبست چی بهش میگفتین آزبست فکر کنم آزبست توی اه. لوله هاشون قدیم اس توی گچ دیوار و اینام هم هست تو سیمان هم می استفاده می شده برحال اینا اگر که الان بخوان ام... مثلا یه خونه رو میخوان خراب کنن این حالا دیوار و گچ و اینا رو بریم بزن یه جای دیگه بعضی جا هست که مخصوص این کاره و این مثلا شاید تونی ده برابر متریال معمولیه مثلا اگر که توی چوب داشته باشی اسبسوس داشته باشه روش و ببری بذاری اونجا و ده برابر قسمت جای دیگه ازت پول میگیرن آره. و برای اینکه نخوانیم پول رو بدن میبرن توی چیز میبرن توی قسمت هایی که سرخ پوست نشین هستن اونجا قانون های اطراف اصلا بهشون اپلای نمیشه مثلا قانون این که مثلا اگه اینجا زمین سرخ باشه هر کاری تقوان درشون بخواد میتونن بیان بکنن میان به این پول میدن اونجا براشون خالی میکنن از خلال. بعد آه. اه... آره بعد اینا ورمیدارن دارن حتی صنایع کثیفشونن مثلا فولاد معروفه که خیلی صنعت کسیفیه چون خیلی آلودگی تولید میکنه آه. تمام اینا رو هم میبرن اون ور دنیا که اونجا تولید کنن دیمان. آره دیگه این چیز مثلا اینجا صنعت تمیزه مثلا کامپیوتری ها میمونه اینجا بقیه میره اون مثلا آخرش داید. به اینجا نمیرسه کثیفه ولی اتفاقا داستانی که میرسه دیگه آلودگی کل دنیا رو تحت تاثیر قرار و این قضیه اه... کلایمت چنج یا تغییرات آب و هوایی هم خیلی داستان جدیه دیگه این دوستمون این دختر 16 ساله سوئدی آره گریتا آره, سانبرگ که حالا توی سخرانش رفته بود سازمان ملل اینا داشت میگفتش که شما بچگی منو دزدیدید هرچند به ایشون هم ایراد وارد میشه که تو اگه اینو بگی مثلا اون بچه ای که توی آفریقا چی بگه که مثلا مدام باید کار تو کنه تو اینو بگید. ولی خودش میگه که میگه مثلا من پریویلیج بودم یعنی تو شرایط خوبی با اینکه بزرگ شده ولی همچنان میگه به که من توی مدرسه باشم الان باید بیام با شما رهبران جهان که تنها فکرتون پول و ثروت و قدرته راجع به موضوعات صحبت کنم ولی حالا خلاص این قضیه تغییرات آب عبا خیلی جدیه و اوزان داره خطرناک میشه و به یه نقطه ممکنه برسه که دیگه غیر قابل بازگشته و الان یه سری استارتاپ ها... میگن گذشته دیگه از اون از اون سطح نمیدونم من این ولی میدونم خیلی نزدیکه به اون قضیه ایم. و یه استارتاپی هستش که داره تلاش میکنه که CO2 گاز کربن دی اکسید رو از هوا بیرون بکشه یعنی اون جلوی بدتر شدن این تغییرات اقلیمی رو بگیره <تص> لایه اوزون این داستان ها گاز گلخونه ای اون استارت اپ اگه موفق بشه که یه سیستمی درست کنه که در واقع کم هزینه این کارو انجام بده ممکنه کمک کنه در غیر این صورت اوضاع خیلی خرابه باید خیلی از کارخونه ها تعطیل بشن و... یعنی بگیره بعد چیکارش بکنه تبدیل به چیز خاصی میکنه شو <تصفح> مثلا کربنشو جدا کنه اکسیژنشو جدا کنه همین چیزی دیتیلش من نمیدونم ولی خلاصه این قضیه تغییرات آب و هوایی هم خیلی مشکل ساز هست و بدتر هم داره میشه و اینا همه ناشی از همین افزایش تولیداته درست. طرز وحشتناکی که حالا ملت دو برابر قبل آشغال تولید میکنن هم چند برابر قبل مصرف میکنن با این سرعت هم که منابع طبیعی دنیا داره از دست میره اینا هیچ کدوم نشونهای خوبی نیستش این خیلی جالبه یه اقتصاددان که مشاور آیزنهاور بوده رئیس جمهورای یکی از رئیس جمهورای گذشته آمریکا این اومده گذشته است گفتی که هدف نهایی اقتصاد تولید کالای مصرفی بیشتره یعنی نیومده بگه که هدف نهایی اقتصاد ما یه سیستم بیمه مناسبه آقا من دوباره از سیستم بیمه بعد آمریکا میگم <applause> معنیش اینه آقا, آقا بگم اون با من سیستم مشکل تو که از آمریکا امریکا نیست این صحبت اول اما رو آره. میتونید برای من که نه ایمده بگه آقا هدف اقتصاد ما اینه که ما سیستم بیمه مناسب داشته باشیم تحصیلات خوب با قیمت کم در اختیار همه قرار بدیم نمیدونم هم. حمل و نقل و بیایم امنش کنیم مناسبش کنیم نمیدونم ارزونش کنیم برای همه اصلا عدالت اقتصادی به وجود بیایم هدف اقتصاد ما تولید کالای مصرفی بیشتر حرف سوسیالیستی داریم یه <صحیح> <صحیح> سوال من بپرسم حالا اگر که این فرهنگ حالا مصرف نبود به نظر تو این پیشرفت به وجود می یعنی مثلا پیشرفت در حالا علم کامپیوتر که این همه داره پیشرفت میکنه در علم پزشکی در حمل و نقل اینا یه کمکی هم این مصرفگراها دارن به پیشرفت این انجام میدن دیگه یعنی حالا مصرفگراها من خودم مثال میزنم من مثلا آیفون بهتر میخوام و براش پول میدم و اونا درست میکنم و به این فکر میفتن که به پیشرفت مثلا بکنه یا مثلا من میخوام چون من برم کشورهای مختلف دنیا رو ببینم برای همین پول ویلیت میدم برای همین اون شرکت بوینگ مجبور میشه مثلا 787 رو بزنه به قصد 777 که حالا به مراتب ارزونتره و ارزونتر نه بهینه تر مصرف میکنه حالا سوختشو و کمتر ضرر میزنه یعنی شما داری میگی تو با مصرف کردن مشارکت داری میکنی توی پیشرفت دنیا توی... شاید یه فاکتوراش باشه ولی خب مثلا چیزی که ولی ضررش عرض... احتمالا بیشتره آره. میفهم ولی خب نه به, علم... ما به علم پزشکی و اینا مثلا کمک نمیکنه همین مصرفگرا یعنی فکر کن تو مثلا یه پروداکتی رو درست میکردی برای علم پزشکی ولی هیچی مثلا استفاده نمیکرد اون موقع از کجا این واقعا کار میکنه کار نمیکنه یعنی یکی از دلایلی که مثلا یه پروداکت همینطوری بهتر و بهتر میشه به خاطر اون استفاده مثلا افراد خیلی زیاد ازش دیگه که باگاشو میفهمن کجاست میتونن درستش بکنن بهترش بکنن نمیدونم ببین اینا پیچیده ای راحتی نیست که من شما تو این افکار من <laughs> <applause> نه تو <"Token">, که کاملا کار <applause> سرمایه داریه این چیز پیچیده یه دمشه حالا به این راحتی راجعه صحبت کرد ولی خیلی راحت نگاه کنیم دیگه فرض کنیم اصلا باعث پیشرفت شده یعنی اگه مصرفگرایی نبود الان به جای آیفون مثلا 11 الان آیفون مثلا 6 بیرون بود خب یعنی کیفیت اون موقع رو ما داشتیم ولی این اگه باعث بشه که عمر دنیا زودتر تمام بشه نه نه من آره دقیقا میفهم میگم که از اون حدش رد شده ولی تا یه حدی هم میتونه کمک بکنه اون مصرف بعد از یه حدی دیگه ضرر میزه الان میگم ضررش خیلی بیشتر از اون سودش صد آره دیگه به اینجا حالا بحث ساستینبلیتی و اینا هست که چقدر در واقع این مجموعه این سیستم میتونه پایدار باشه و خب این حالتی که الان هست اصلا ساستینبل نیست یعنی این حجم از مصرف انرژی این حجم از مصرف منابع دنیا خیلی زود کارو خراب میکنه و اصلا دیگه یعنی جای مناسبی برای زندگی کردن تو دنیا نمیمونه یه مشکلی هم که هست ما معمولا یه کاری انجام میدیم بعد وقتی میبینیم خیلی داره ضرر میزنه بعدا به این فکر میفتیم که خب حالا داره ضرر میزنه این کاره این قسمت ساستینبیلیتی و اینا فکر کنم خیلی وقتی نیست که مردم حالا مردم و حالا کمپانیا و و مختلف به فکرش افتادن که بیان بازیافت های مثلا خیلی جدی داشته باشن بیان مثلا الان کورس های و مثلا چیزای مختلف داره ارائه میشه توی دانشگاه که مثلا شما بیزینستون تجوری میتونه سستینبل باشه از دواز انوارمنتی ولی قبلا شما مثلا 15 سال قبل رو نگاه میکنی مثلا شما واقعا چیزی زیاد وجود نداشت براش تره خورد نمیکردن زیاد الان تازه فهمیدن چون داره خیلی دیر میشه تازه همه جنب و توشون افتاده که الان بر... برعکسش بکنه کد ساستینبل هم بنویسی ایشون میدونه کد ببین آره حالا یعنی حرف درسته یه وقتی مثلا ما شد شو... بعد از 183 قسمت هر روان درست شد نه یعنی طرف مثلا یه کاری شروع میکنه ممکنه با خیلی دور به نظرمون بیاد روزی که زمین تموم شده منابع تموم شده ولی بالاخره آره. اون روز میرسه دیگه حالا ما نبینیم چند تا نسل اون ورتر ما صد درصد این داستان رو میبینه و با این نرخ رشد جلو رفتن حتی خروجی خوبی نداره حالا چندتا ایده هست این راجر سستینبلیتی صحبت کردی یکیش اینه که این سیستم خطی که من گفتم که از استخراج از معادن حالا منابع طبیعی شروع میشد تا شما مصرفش میکرد یعنی تولید میشد شما مصرف میکردی بعد مینداختی دور یه خط بود اینو چجوری میشه دو رو به هم وصل کرد یعنی دیگه خیلی از اون منابع طبیعی استفاده نشه تو که دور ریختی این خیلی خوب بیا تجزیه بشه مم. اصلا تجزیه کردن چقدر موثره خیلی کم الان نه اینکه موثر نباشه ولی اون نوعی که الان تجزیه میکنه حتی حالا یه سری سطلاش اصلا... بیشتر از اون داستان اینه که تو نمیتونی همه چی رو خوب جدا کنی بالاخره مثلا اه... کالایی که داری دور میریزی این تا مثلا جز داره هر کدومش مثلا یکیش پلاستیکه یکیش نمیدونم فلزه تو خیلی برای خودت سخته که بخوای اینا رو کامل جدا کنی این یک دو اینکه که با این که تو این کار رو هم بکنی با باز دوباره کلی انرژی و هزینه دیگه باید صرف بشه که تو اونا که اونا دوباره برگردن به چرخه تولید خب این انرژی از کجا داره میاد از طبیعت داره میاد دیگه بالاخره یا داری سوخت فسیلی یا به هر طریق این قضیه خیلی کارا نیست داستان اینه که این حالا حرف از 50 سال گذشته میزنه قبل از اینکه حالا این مصرف گرایی رو انقدر رواج پیدا کنه میگه اون موقع مردم به چی رو می آوردن به اینکه چیزایی که دارن رو استفاده کنن قرار نیست تو اگه یه کالایی داری که هنوز کار میکنه اینو دور بریزی حتی به اشتراک بذارن یه ایده خیلی قشنگی که هست میگه که ثروت مالکیت داشتن نیست تملک داشتن نیست ثروت دسترسی داشتنه یعنی چی یعنی اینکه مثلا فرض کنید من و ایمان چون من سه روز اول هفته رو ماشین نیاز دارم ایمان مثلا چهار روز بعد هفته رو خب با هم بیایم یه ماشین بگیریم آره به جای اینکه من یه ماشین برای خودم بخرم ایمان برای خودش یه ماشین بخره این الان تعریف ثروت الان اینه که من مالکیت دارم ایمان مالکیت داره اگه ما بیایم تعریف ذهنی رو عوض کنیم به اکسس دسترسی داشتن و ما یه ماشین استفاده کنیم من دسترسی دارم پس من ثروتمندم ایمان هم دسترسی داره پس ثروتمنده <applause> این حالا یه تتاکی بود تدکس بود توی همین دانشگاه ما تو همین ونکوور هم بود من امروز چیزش رو دیدم سال 2015 در صحبت میکرد داشت مثال میزد که مثلا این از, دانش... از مدرسه که فارغ و تحصیل شده بود با دوستش پاشو رفته و استرالیا و حالا اونجا توی خونه ای رفته بودن که مثلا از این بردا داشتن اینا میرفتن مثلا موج سواری میکردن اینا دو چرخه داشتن دو چرخه استفاده میکردن میگو من اونجا هر چی که میخواستم داشتم در صورتی که اگه, اگه تعریف ثروت رو نگاه میکردیم ما جهتون ورشکست بودیم دانش آموزی بودیم که هیچ پولی نداشتیم ولی داشتیم از همه چی استفاده میکردیم پس مثلا چقدر جالبه شما بیاید تعریف ثروت رو عوض کنی ثروت رو بکنی دسترسی داشتن و از حالا مفهوم اشتراک یا شیر کردن و اینا استفاده خب حالا شخصا شب برای من اینطوریه آدما به صورت مختلف از مختلف استفاده میکنن مثلا ما دوستی داریم اسم نبرم مثلا فرهاد کاری که با ماشین اول اسمش کاری که با ماشین میکنه درست نیست کاری که سر ماشین مثلا تو اگه روندنشو شمی... آره، اگر دیده. که با فرهاد مثلا یه ماشین داشته باشی احتمالا اون مثلا 90 درصد ماشینه رو تو سه روز استفاده میکنه میرسونه به مکسش برای همین شاید به خاطر اینه که آدما دوست دارن یه مالکیت داشته باشن یه کنترلی داشته باشن روی چیزی که حالا براش هزینه میکنن من میفهم تو چی میگی ولی میگم یه ذهنیت هم میتونه این باشه ولی این این تعریف هم تعریف باحالیه فکر میکنم مثلا افرادی که تو حالا کشورهایی که امکانات ندارن نمیدونم آفریقا اینا تعریفشون واقعا از ثروت شاید همین باشه که آقا مثلا آب خوب بتونن بخورن یا آب خوب دسترسی داشته باشن یا یه تخت راحت آره. اون دیگه میشه ثروتمندم خیلی باحاله آره و حالا این چیزی که تو میگم همه از ضرورت میاد الان ما اینجوری راحت زندگی میکنیم از هر کالایی هم این تا مدل مختلف داریم چون ضرورتش برای ما پیش نیومده که موازه به این قضیه باشیم ولی پس فردا ضرورتش پیش بیاد ببینیم واقعا که خودمون تطبیق میدیم مثلا م. آدم طراحی شده که تطبیق پیدا کنه حالا جبه آب تو گفتی میگفت حالا آب لوله کشی و اینا که تو آمریکا اومد مصرف هر آدم به صورت هم سه برابر شدیه هو. آدم که همون آدمه دیگه نیازش که عوض نمیشه چون ضرورته از بین رفت دیگه هیچ مانعی براش نبود مثلا بره آب با سختی گیر بیاره چون شیرو باز می آب میموند مصرف شد سه برابر شاید مصرف نبود ولی مثلا شاید دو سومش از بین میرفت دو سوم چی از بین میرفت دو سوم آب رو مثلا میرفت تو فاضلا یعنی آره هر چی آخر اسراف بود آره اسراف میشه نه اینکه آره همه بخوره مثلا به هر طریق اسراف میشد حالا تو این سیستم اقتصادی که هدف نهاییش فقط تولید کالای مصرفی بیشتره اینجا وارد اون قضیه فردی میشیم یه ذره از محیط زیست میایم وارد قضیه فردی میشی اگه تو نخری و مصرف نکنی آدم بی ارزشی دیگه باید. سیستم ارزش رو در واقع برای مبنا میذاره که تولید زیاد بشه و مصرف زیاد هر باشه. هم بابا داری میگی دیگه بله نسبت به سیستم اقتصادی آمریکا میگم تو اگه نخری و مصرف نکنی آدم بی اگه کریدیت کارت تو ما... س... ماهیانه صفر باشه آره هیچ چیز نکنی تو سکورت میافته. اینجا آدم ها رو همیشه آره. میافته. می می استفاده نکنی میافته. ولی کریدیت مثلا کردیت کارت هم نمیبرن بالا لیمیتش آره هیچ چیزی چون تو ارزشی برای اونا نداری دیگه تو هیچ کریدیت کارت مثلا گرفتی داخل... شاید نیفته همونجا میمونه آره در می واقع تو برای اون کمپانی وقتی ارزش داری که شروع کنی پول قرض گرفتن آره و قرض تو ندی آره اون موقع قرض بدی براش ارزش قرض تو که بدی ازم... هی در واقع لیمیت تو میبرم بالا که تو بیشتر خرج کنی به یه جایی برسی که قرضتو نمیدی آره اصلا این مفهومی که تو بتونی پولی که نداری رو خرج کنی زاده یه همچین سیستمی میتونه باشه دیگه که تو رو مصرف تر بکنه درست یعنی پول تو, تو هنوز اون پول رو نداری یه کردیت یه اعتباری به تو میدن که اونو مصرف کنی حالا الانم ندادی اوکی یا هر موقع خواستی بده ولی سودشو به ما ماهیانه بده حالا الان شاید یه ذره راحت باشه فهمیدن این قضیه کردیت و اینا یکی از چیزایی که, که اوایلش مثلا ما اومده بودیم خیلی باهاش آشنا نبودیم برامون خیلی سخت بود مثلا فهمیدنش این بود که خب من یه پولی دارم که مثلا خ... نیازی براش پول بدم تا یک ماه مثلا یه ارزشی اعتباریه که یک یه ماه نیست براش نیاز پول دادن بعد اوایلش واقعا یا از خود بی خود میشی دیگه مثلا هر جا میری اینو فرت میکشی آره همینجوری آدم ها هوملس میشن دیگه مثلا یه کردیت زیادی بهشون میدن بعد تو همجا شروع میکنی خرج کردن حواست نیست یا به فنا میری من حالا بچه‌ها میگم اگه میخواید خیلی مواظب باشید حالا به دوروری یا کردیت کارت مثل اون دیوید. کارت آره مثل دبیت حالا اون کارتی که ایران داشتیم استفاده کنیم وقتی خرج کنیم که پول داریم و اینا همش طراحی شده واسه اینکه یعنی تو رو ترغیب کنه بری بزنه. کالای بیشتر آره تو می‌بینی مثلا چون حقوق ماهیانت چون مثلا 5 میلیون تومنه یهو یه به تو کردیت میدن 25 میلیون تومن خب ترغیب میشه دیگه چرا جر... مثلا شل میشی شب شب آره یه بعد قسطی هم میفروشن دیگه خب چرا نکنم این کارو فقط هم کافیه مثلا سودشو بدم اوکی هم هست آره. اون سود خودش 20 درصده خیلی زیاد آره تو این حال گفت برگردیم به حرف قبلی <applause> تو این سیستمی که همه رو ترغیب میکنه به مصرف کردن شما اگه مصرف نکنی نخری بی درست و در واقع راه اصلی ارزیابی ما انسان ها تو این سیستم اینه که چقدر مصرف کردیم چقدر دارایی داریم با همون تعریف خودشون یعنی واقعا مال تو باشه و چقدر لباس خریدی چقدر سفر مثلا فلان مدل رفتی چه ماشینی داری سوار میشی در صورتی که اینا نباید مقیاس و معیار تعریف ارزش باشه حالا جدا از اینکه هر انسانی به صرف اینکه وجود داره و زندگی میکنه با ارزشه با ارزش باید از درون تو بیاد بیرون ربطی به لباسی که تو میپوشی ربطی به ماشینی که سوار میشه عادتا نباید داشته یه باشه. نه همین لباس زیباس باید. نشان آدمیت ولی خب فرهنگ رو اینجوری ساختن جامعه ای که ارزش ها رو بر این مبدا می میذاره شما خیلی خودتون نمیتونی منفک بدونی از این قضیه چون از بچگی این تفکره بزرگ شدی که اینه دیگه ارزش اینه این باعث شده که متوسط هر آمریکایی 3000 دلار تو خونش وسیله داشته باشه به اندازه 3000 دلار وسیله داشته باشه که اصلا استفاده نمیکنه به صورت اوریجا میانگی سه 3000 دلار چیز خریدی که اصلا دست به نمیزنه چرا چون یه روزی تشویق شده که بره اونو بخره خود زنی میکنم خب بگو خب کلکسیون بحثش یه چیز دیگه است آره کلکسیون حالا تو این سیستمی که هدف اصلیش تولید کالای مصرفی بیشتره چه جوری ترغیب میکنن بخرید خب یعنی اصلا تو آدم معقولی باشی و خود میخوای من بس دیگه چیکار کنم دیگه ببین تا زیر ده دقیقه دیگه اسم آموزونه میاره <applause> <با موجود شرطه. تصفيق> <applause> خب مورد اول قیمت ها رو پایین نگه میدارن خب چه جوری شما میری آمازون خوشزوان <applause> <applause> <شو ایمان. ازمار. تصفيق> <applause> آقا جارو داره من صبح نگاه 25 دلار آقا بشین فکر کنیم دسته جا... جاروش کار میکنه دسته جارو فلزه این فلزه یه جا از معدن استخراج کردن این توش پلاستیک داره بعد اون تو نمیدونم اون موتوره بالاخره یه داره تولید میشه این نم یا تو چین اسمبل شده یا تو مکزیک مثلا چرا همین هدفون رو گوشت این چقدر بود عددش آره. ميخوا... نه این ارزون 25 دلار چیزی نیست برای اینکه یه جا جالو... نه من دارم فکر کنم برمو... که <تصفت> چند در و <مده تصفت> چند دارم میفروشن <تصفت> نه 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 نکته این نیست 25 دلار خیلی ارزون خب تو ببین مثلا همه از از مثلا و از آفریقا ماین یعنی استخراج کردن پلاستیکش از چین اومده دادن مثلا مکزیک اینا رو اسمبل کرده موتورش هم یه جا اومده و خب اینا همه تو کشتی جابجا شده تو این همه جای دنیا چه جوری 25 دلار میرسه دست من یا مثلا مثال دیگه اینجا یه سری مغازه است کاستکو تولید انبوه دیگه و همین تولید انبوه دیگه میگم خرج کجا انجام اکانو می نمیشه اسکیل بهش میگن خب نه این چیزی که درس دادن توی بفرمایید آمریکای شمالی مثلا دیدین آب آب شیشه آب کوچولو میری مثلا 40 خورده میخری 3 دلار نه من هر موقع آقا هر موقع ما دو دلار هفتاد و پنج بوده این هم من نمیفهم یعنی تو اصلا پلاستیک تو طبیعت باشه بری از درخت بچینی یه نفر رو مسئول کنی بری از آب دریا یعنی آب مدنه نه پر کنه این سه دلار خورده بیشتر هزینه میبره اینا چه جوری دارن اینا میدن داستان چیه اینه که شما خیلی وقتا دارید کایلایی رو میخرید با یه هزینه که هزینه واقعیش نیست هزینه واقعی رو تو نمیدی کی میده اون فروشنده ای می میده که حقوق کمتری میگیره اون داره هزینهش رو پرداخت میکنه اینجا فروشنده های حالا معمولی با مینیموم دستمز دارن آه. کار میکنن اون فروشنده ای می میده که بیمه نداره باز فروشنده معمولی کمپانی ها لزومن بیمه نمیکنن آدما رو خب بیمه خیلی چیز گرونیه اینجا این هزینه رو اون مردم و اون کشوری میدن که در واقع منابع طبیعیشون داره استخراج میشه ولی هیچ منفعتی براشون نداره مثلا فلزه داره از آفریقا از آسیا میاد پلاستیکش داره چه با چه منابعی تو کجا تولید میشه و دوباره مردم اون کشوری میدن که هواشون داره آلوده میشه که این کالاها ها تولید بشن او اینا هزینه های در واقع پنهانیه که کسی نمیبینه به این مفهوم چی میگن ایمان جان؟ شما که طرفداری داری میکنید بهش میگن externalized cost of production یعنی هزینه رو جوری میری بیرون یعنی اون کالایی که شما در نهایت میخری هزینه واقعی روش نیست یعنی اون 25 دلاره اگه بخوای منطقی نگاه کنی میتونه 25 دلار باشه تحت هیچ شرایطی ولی خب به قول ایمان چون میان توی اسکیل زیاد درست میکنن و یه عالمه هزینه یه جایی هست که پرداخت نمیشه اون کارگر بیمه نداره اون کشوره داره هواش آلوده میکنه منابع اون کشور همینجوری داره میره باز میشه تو یه جایی مثل اینجا 25000 مدل جارو رو با قیمت خیلی ارزو میتونی بخری حالا مثالو میتونیم هر کالای دیگه رو جایگزین کنیم و اینو پادکست فری خیلی, خیلی پادکست, پادکست زیباییه <تصفح> گوش میدید؟ آره اون یه دور خیلی حرف جالبی زد گفت آقا چه جوریه آمریکایی که نمیدونم تلویزیون و یخچال و اینا رو با این قیمت های نازل این قیمت پایین در اختیار ما میذاره نمیتونه مثلا بیمه و تحصیلات رو که قاعدتا از انواع و اقسام مثلا تلویزیون و یخچال داشتن مهمتر رو در اختیار ما بذاره با قیمت کم چجوری این موارد اصلی بیمه تحصیلات انقدر گرون انقدر کالای گرونی تو آمریکا محسوب میشه ولی تو تلویزیون و این کالای مصرفی انقدر ارزونه یه جای این اقتصاد مشکل داره دیگه. سورس میشه دیگه. جای دیگه یه جاش مشکل داره یعنی یه جای کار میلنگه و ما نزدیک اون مرحله هستیم که ببینیم کجاش داره میلنگه همین تغییرات آب و هوایی که داریم حالا پس این که چه جوری ترغیب کنن اولیش اینه که رو پایین نگه میداره تو ترغیب می‌شی بری بخری حقوق تمالو به نسبت خوبه توانایی خریدم داری ترغیب می‌شی بری بخری دو ایمان اپیزودش قبلا رفته باید باید. چرا پلند ابسولسنس آها پلند ابسولسنس که حالا راجب اپل خیلی نرفو میزنن ولی خب یه خم... جوری درست میکنن که خراب بشه خودش یه جوری میکنن به مرور زبان حالا یا خراب میشه یا کند میشه یا یه چیزیش میشه. میشه تو ترغیب شی بری جدیده رو بخری و آره. اینا تا این حد جلو میرن که میرن ریسرچ میکنن که ببینن برای تو مشتری سریع ترین زمانی که اون کالاهه خراب بشه ولی تو خیلی ناراضی نشی و همچنان وفادار بمونی به اون خود مثلا دو سال برای من کرد آره در. یعنی مثلا میرم حد در رو پیدا میکنن که سریعترین ترین زمان کی خراب شه که تو همچنان از اون کمپانیه بخری خیلی هم ناراضی نباشه دارن دو ماه بعدش <تصفح> <تصفح> آره اون عدد رو بالاخره میرن تحقیق میکنن <تصفح> به میارن داشتی تا مثلا یه مثلا وسیله ای که چه مثلا وارانتی داشته باشه بخواید فردا وارانتی فردا مثلا هفته بعد وارانتی که اکسپایر میشه مثلا برعکسش ولی داشتیم فرهاد روز قبل وارانتی تونسته خراب کنه پارت ح... پارت دو اپیزود هفته اونی که این ما عدد بگید دیگه همشون عددی هست چه عدد نداره کجاست؟ رادیو جام آها بله خب <سؤال> <از را. سؤال> یه مفهوم دیگه داریم این سومین راهیه که ازش استفاده میکنن پرسیو ابسولسنس یعنی اون احس. چیزی که شما درک میکنی احس. این چه می میگه ما رو قانع میکنن که اون چیزهایی که داریم رو دور بریزیم حتی اگه دارن درست کار میکنن چجوری قانع میکنن بازم میگیم این کار رو اپل به بهترین شکل ممکن تو دنیا انجامش میده یعنی مثلا تو گوشی داری کامل داره کار میکنی هیچ مشکلی نداره سال بعد یه گوشی میدی هیچ فرقی با اون نداره یه دونه دوربین بهش اضافه شده تو میری اونو میخری این حالا چیزای روانشناسی داره که چجوری این کارو میکنن ولی یه قضیه دیگه هم که هست فشن یا مود هم تو این قضیه میگن خیلی که خیلی موثره مثلا امسال چه مدل لباسی مود با چه رنگی امسال کنم خاکی مد شد همون رنگی کفش تو آره لباس پلنگی تو هم مثل که خیلی مد بود خب آها برگردی بر بر آه. آه الان مثل این که آره الان مثل که چیز آره حالا ما خیلی بلد نیستم ولی فر... ولی مثلا چرا <تصفح> خب بگو <تصفح> با چهار پنج سال قبل بری عقب اون موقع پلنگی مد بود ولی این وسط دیگه پلنگی مد نبود <تصفح> چرا میخنجه بعضی ما مو... یادم آموزو گفت دارم تو ایران که همه یه دونه از این جلیقه پرنگ آره دیگه یاد. اون بوده یادت مود بود اون بعد اون کسی می پوشید آموزوی خودم داره حالا اینجا دارم میخندم بعد اون کسی پلنگی می پوشید مسخرش میکردن دیگه یه چیز از مود افتاده رو پوشیدی آره. دوباره مود شد آهنگش آه هم خوند آره گفتن اینا خیلی, خیلی پلنگی پلنگ. پلنگ. یا چرا مثلا کفشو یه بار چون حالا مثلا کفش خانمش یه دور پاشنش پهنه بعد دو سال دیگه اون از مد میفته پاشنه باریک میاد بعد دوباره پهن میشه بعد میگفت مثلا این تغییراتی که انجام میشه اصلا به این دلیل نیست که مثلا این برای بدن بهتره آره به این دلیل که اینو از مد میاد بعد عوض میشه دیگه آره تو تو ذهنت میره که آقا این چیزی که من دارم کهنه شده پس من با برام چیز جدیدو که... بخرم چیزی که حالا خیلی بچش حالا بچش من اومده توی ماشیناست ماشینا مدت یاد باشه خیلی گرد بودن خیلی حالا زاویه هایی که داشتن خیلی زاویه های گردی بود بعدش مثلا سال 1969 خیلی زاویه ها شارپ شد همه ماشینا تیز شده بود مثلا نوکشون و اینا دوباره برگشت دوباره میگفتن اردانه میکش اینطوری بهتره بعد اون دو دوره الان داره, داره تیز میشه و این همینطوری بالا پای میشه و همینطوری عوض میشه دیگه یعنی از یه شکلی که قدیم بوده دور برمیگرده به این شکل دور برمیش میگردن به همون شکل قدیم یه سری چیزا میارم برای خودشون یه سری دلیل و منطقم میارن که شاید واقعا هم دلیل اصلیش نباشه آره حالا ماشین شاید چیزی که تو هر روز نری عوض کنی مثلا یه ماشین میخری احتمالا چهار پنج سال داریش خدا شکر. ولی چون لباس رو خیلی راحت میتونن با تو این کارو بکنن دیگه که تو ترخیب شی برید پلنگی رو بذاری کنار اون که جدید اومده انجام بدی اصلا اینا خیلی پلنگی گفته میشن که گفته میشن. گفته میشن گفته میشه که هر آمریکایی به صورت متوسط روزی سه هزار تا تبلیغ میبینه در معرض سه هزار تا تبلیغ قرار داره حالا آره. نه اینکه سه هزار تاشو دیده باشه فیلمم فیلم هم میبینی تبلیغ توش یوتیوب دیره. را میری رو ساختمون نمیدنم رادیو همین الان استارباکس همه چی اسم شما نگفته بودیم تا حالا همه چی که این عدد بیشتر از کل تبلیغاییه که یه انسان پنجاه سال گذشتهش تو کل زندگیش میدیده چقدر؟ بیشتر از اونه نه چقدر بیشتره 50 هزار نه تو. عدد نه میگم از اون بیشتره یعنی 50 سال پیش یه انسان 50 سال پیش تو کل زندگیش 3000 تا نمیدیده که ما تو یه روز تو آمریکای شمالی میبینیم تو کل زندگیش ما همین و حالا این لامصبا تبلیغاتی هم که میکنن از یه ایده استفاده میکنن مثلا ایمان احتمالاً دوست دارین الان دیکوی پرایس میدونی چیه دیکوی میدونم چیه میدونی ببین مثلا همین قهوه‌ای که تو گفتی اینا مثلا سه مدل قهوه میزنن در سه تا سایز خب کوچیکره مثلا فرض کن میذاره دو دلار بزرگتر میذاره 849 نه صبر کن نه اون یه چیز دیگه بزرگتر میذاره 8 دلار خب تو 8 تا نمیخری چون خیلی 6 دلار اختلاف میاد یه متوسط میذاره این وسط 7 دلار بعد مثلا این بزرگه چون هم سایزش مثلا یک و برابر این متوسط است تو خودت میگی خب به ازای یه دلار بیشتر ببین من اصلا این یکی داس 300 سی سی کافی بیشتری میخوام آره میگن دیکوی هر جا رفتید دیدید سه تا قیمت هست یه دونه کوچیکی که... که مورد نیاز شماست غالبا با اونو بخرید یه دونه خیلی بزرگه یه دونه چیزو میذارن این وسط فکر کنم قبلا هم راجعش صحبت کردیم الان تو ذهنم هست بعید بدونم یه دونه کالا رو میذارن این وسط تو بیرو اونو میخرید در مورد 99 سن صحبت کردیم که یه چیز آره اون حالا چیز روانی آره. داره یا یه کار دیگه توی رستوران ها ممکنه بکنم مثلا منوی رستوران رو بری نگاه کنی یه غذا رو میذارن خیلی گرون خب ام. بقیه غذا مثلا با اون اختلاف قیمت داره اون غذا رو نذاشتن که کسی بره اونو بخره اونو گذاشتن که مثلا طرف اونو میبینه مثلا به راضی بشه آره دیگه به من میگیرن <تصفح> که به تب خب این اصلا ارزون من آره. اینو میخرم و هدف این تبلیغات چیه, چیه؟ ما رو از زندگیمون ناراضی کنه از چیزایی که داریم ناراضی کنه یعنی تو الان مدل موت بده لباست بده ماشینت بده این میکروفونه بده نوین هدفونه بده گوشیت بده تمام اینو درست میشه وقتی بری خرید کنی آره راست میگی خوشی بری خرید کنی هر آمریکایی به طور متوسط سه برابر یه اروپایی خرید میکنه یه اروپایی اینایی اروپایی خ... کمتر به نظرت یعنی که شده بله کمتر... بله بله. جواب سوسیال دموکرات دارن تو اینایی که میگن ما خرید حالمون رو خوب میکنه چیم. باید پس برن خودشون درست کنن <applause> اون اتفاقا تو اپیزود من یه ذره بهش صحبت کردم که دلیل هم داشت که چرا ممکنه حال رو خوب کنه ولی خب یه بخش خوبش هم فرهنگیه دیگه یعنی انقدر تبلیغ میکنه اصلا بیان تحقیق میکنه یه چیزی در میارن که شاید حال تو رو خوب کنه قانه میشی دیگه بگید خیلی خوب میکنه خدا رو شکر سه برابر خرید اینجاش جالبه اومدن سنجیدن میزان هپینس خوشحالی آمریکایی ها رو خب نقطه اوجشون سال 1950 بوده یعنی پنج سال بعد جنگ جهانی داشتم اون موقع اونجا باشم از اونجا به بعد همش رو به پایینه قبلش فلاکچوی نوسان می‌کرد از 1950 به بعد داره میاد پایین و این دقیقا همزمان با وقتیه که اینا رو شروع بابا کردن بابا اومد حرف اون بابا اومد البو آره حالا یه ذره ولی دقیقا از همونجا که اینا شروع کردن به مصرف شدن چرا چون تو داری کار بیشتری میکنی خرید بیشتری میکنی وقتت برای تفریح وقتت برای لذت بردن از زندگی کم میشه و اون وقتی هم که داری چیکار داری میکنی یا داری تلویزیون نگاه میکنی که توش تبلیغ داره دوباره تو رو میفرسته بری خرید یا داری خرید میکنی اصلا ده ده. و این باعث میشه که میزان رضایت شما از زندگی بیاد پایین حرف آخر بزنم همیشه گفتی حرف آخر اول میزنه. نه همیشه نگو یه وقتایی لازمه بیا حالا من این چیزایی که گفتم میدونم شاید خیلی با میلشون نبوده باشه کما که بیرون اینجا هم با مخالفت میشه که چرا مثلا راجع به این چیز صحبت میکنیم و میگن حالا هر م... کی مخالفت کرد شماره رو بده یا مثلا ما تو این سن خرید نکنیم نمیدونم نپوشیم نمیدونم بپوشیم آره که این کار رو بکنیم الان وقتشه اه... کسی نمیگه هیچ وقت خرید نکنید هیچ وقت مثلا چه میدونم بگو چرا لباس تو عوض نکن ماشین تو عوض نکن چه میدونم آره کسی اینا رو نمیگه ولی داستان اینه که پلی استیشن 3 مدل نخر نذار آره 10 مدل نخر سگک کار بند حالا باشه نیست ببین آخرین کاروندی که خریدم بذار بگم داستانشو بگم باله حرف آخرمو کامل نزنم بفرمایید میگه که اینا جاذبه نیست که ما مجبور باشیم باش زندگی کنیم خب جاذبه هست من کارش نمیتونم بکنم اینا فرهنگیه که به وجود آوردن برای ما یعنی بریم نسل ما بزرگ با بزرگای خودمون رو نگاه کنیم این فرهنگ اون موقع نبوده دیگه کل دنیا تونستن خیلی ماهرانه زبردست با یه رندی خاصی این قضیه رو به وجود بیارن طوری که ما باورمون با شده اینا ما رو خوشحال میکنه ولی تمام تحقیقات نشون میده که اینا ما رو خوشحال نمیکنه بگو حالا کمر بند تو بگو نه, نه بگو دیگه نه. خوشحال نمیکنه جالب این آخر بعدی بله فکر کنم یک ساعت اپیزود شد اپیزود بعدی کنسومریزم ولی من فکر میکنم کارون چون دوش به اینجا انتخابات همه این حرف رو زد که ما بریم رای به یه پارتی خاصی بدیم که اونا با چیز مخالف با هوا هوای پاک آره ذهن آه، به گرین پارتی بریم بدیم دیدی اون یه خانومه بود که چیز کرده بود عصبانی شده بود توی گرین پارتی این داشته نبود این که حالا وضعیت زمین یه ذره گرین پارتی چیه؟ انتخاباتی آه. که فرزاد گفتش دوشه هم به انتخابات نخست وزیریه اینجا میری نوانده مجلس رو انتخاب میکنی اون حزبی که برنده میشه نمایندش در واقع در... نخست وزیر میشه رئیس اون حزب بعد حالا چند تا پارتی چندتا تا حزب با هم رقابت دارن دو تاشون رقابت اصلی دارن که یکی محافظه کاران یکی لیبرالان این وسط یک گرین هم ما داریم که خیلی محیط زیستی گرین ها همه جای آره. دنیا همه همه کشورها دارن اکثریت اینا حزبایان که خیلی موافق محیط زیستن و دنبال این که حالا هوای کلایمت چنج و این داستان رو داشته باشیم آره بعد خانم اومده بود. مثلا یکی از نماینده ها اومده بود و چند نفر ها مثلا ملت اومده بودن بعد رسید به اون قسمت پرسش و پاسخش من خانم بالا شد و نام شنیدی این پادکسته بود برگشت گفتش که آره دیگه ما از اون سطح چیز گذشتیم و از اون مقداره که بتونیم برگردیم گذشتیم و دیگه وضع جهان خیلی خراب شده و دیگه همین روزاست که دنیا از بین بره و به جایی میخوایم برسیم که مجبورش هم بشیم بیبی رو بخوریم بچه های خودمون رو مجبورش بخوریم اصلا خانم قاطی این چیزی بیدون. که میگه میگن که حالا اینا که طرفدار محیط زیستن شنیده شاید باشید میگن مثلا مسافرت هوایی کمتر بکنید میخوان اگه سی او میشه گوشت مثلا کمتر مصرف کنید هوایی میتونم بگم برای چی میگن خیلی چیز روش کثیفی دارن استفاده میکنن ایرلاین ها ولی خب حالا حالا میدونید بهترین راه واسه این که این روندش کند بشه چیه بفهم اینکه بچه دار نشیم هیچ کی اینو جرات نمیکنه بگه ولی هر انسان این اعداد شما یادم نیست ولی میگفت تمام این کارا رو اگه بکنی مسافرت هوایی نری ماشین استفاده نکنیم گوش نخوری فلان میزانی که سیو میشه مثلا چونم یک انوم اون که اگه بچه دار نشی سیو میشه یا بچه دار نشی یا جمعیت دنیا رو کم کنی خب اینا رو ولی کسی جرئت نمیکنه ببین این خانم خیلی جرئت رو این به خاطر همین این حرفو زده آره نه خانم فکر کنم از از درونی نه این رهبره مگه نه نه این یکی از این خانوم بود که سوال, سوال میپرسی آره ولی خلاصه اینه بچه دار نشدن آره بچه دیگه باید بخوریم و فلان و اینا گفت we need to eat our babies خیلی خوب آقای قسمت 183 بود کارون در مورد کروی صحبت کرد اگر که سوالی انتقادی چیز سوال و انتقاد, انتقاد و اینا دارید به من بگید سوال و اینا بود کارون جواب میده بریم تماش کنیم خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توی تویتر فیسبوک اینستاگرام دکمه رو بزن <تصفح> بابا <تصفح> <تصفح> و اگر که میخوای با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای اون خودکست تاکس که میتونیم اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری نمیشه ایتونو همه گوش بدن خدافز اگه گوش میدید بگید این روش گرم شد